من اینجا چیکار دارم میکنم؟ اصلا پولم برفرض ویکیست. ویکیست. بعد میدونیم بیاد فیلم و سریال ها افتادم. توی فیلم و سریال رو میبینی؟ اصلا الان اپیزود جدیده، هیچ آنچه گذشته نداره، اصلا یادت ممکنه بره دو هفته بعد اومده. آفرین. بعد به تو ذهن خودم بنویسم آقا چرا من آنچه گذشت نذارم؟ یه بار از اول بیام، آقا من اینجا بدونم این رویا رو داشتم فلان فلان، یه ذره سری بیام، الان رسیدم مثلا به 27 8 سالگی، الان میخوام این کارو کنم، امروز میخوام این کار. این اپیزود جدید سریال منه. اصلا یه نکته خیلی جالبت بگم، این مرور زندگی که ویکیست، دقیقاً ویکیست، وی آن چیزی هستش که تو مرور میفهمه. یعنی امید آریایی کیه؟ امید آریایی اون کسیه که در یک ویکیست بتونه خودشو هر چی که گفت، خودتو چی شناختی؟ شاید اصلا واقعی نباشه، اصلا کاری ندارم، حتی داستانی که برای خودت داری خلق میکنی اصلا خیالی باشه. خب قصه ای که برای خودت خلق کردی تا این لحظه، تو کی؟ تو همونی. حتی فکر کنم تعریف کلمات هم آدم مثلا پروکاستینیت مثلا اهمالکاری یعنی چی؟ چه خصوصیاتی داره؟ آره جدا کنیم، انواعش رو جدا کنیم. واسه من خودم خیلی اخیراً تو جدا کردن معانی کلمه ها خیلی دارم حساس میشم، برای اینکه هر وقت تو زندگی دوچار یه مشکلی شدم، وقتی به اون کلمه ها فکر کردم، به تک تک اجزا، زود جلو چشم بیاد ایراد کدومه، بتونم با انگولک کردن اون یه مورد فقط مشکل رو حل بکنم، وگرنه نگم یه آدم گیجی هم تو زندگی، نمیدونم کجای کارم مشکل داره. میدونی واسه این فراشناخ من همیشه هم تاکید کردم به شدت به این مسئله کمک میکنه و این روزهای منو تو این دو سه سال اخیر به شدت به خودش مشغول کرده. چقدر جالب. مثل این میمونه که مثلا تو انگشت دستت باید مثلا زخم شده، باید اینجا رو چسب بزنی، بعد میگی بدنم زخم شده، یعنی زخم مثلا اینجا قلبت، میدونی؟ یعنی اصلا هیچ چیز جزء بدنه. آفرین، خیلی مثال قشنگی زدی، مثال قشنگی زدی، جزء بدنه، راست میگی. پس اگه بگی زخم، بدنم زخم شده، میدونی، ولی وقتی قشنگ جداش میکنی، حتی میتونی یه ذره جدا کنی بگی دستم زخم شده، ولی باز یه ذره بهتر شده، نوک ناخونم زخم شده، نوک ناخونم زخم شده، اینجوری زخم شده، برای بهتر به دنبال درمانش میری. واسه همین باید کلمات جدا بشه. من الان قشنگ نشستم برای خودم تفاوت‌های شادی، قبلا رو میگم مقدار صحبت کردیم، اینکه هپینس دقیقاً چیه، پلژر یا لذت یعنی چی، چه فرقی داره با خوشبختی، دقیقاً کجای زندگی منه، تفاوت اچیومنت یا دستاورد با موفقیت یا ساکسس این وسط چیه، رضایت یا ساتیسفکشن این وسط چه نقشی داره بازی میکنه، ویل بینگ اصلا یعنی چی. همه اینا رو که میشینم جدا میکنم، چند وقت پیش من یه مشکلی تو زندگی خودم پیدا کردم، وقتی اینا رو قشنگ تعریف کردم همه رو، دیدم نه این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، من یه جایی مشکل دارم که تو هیچ کدوم اینا نیست. بنابراین یک واژه‌ای رو از تو دلش برای خودم تعریف کردم، درآوردم بیرون. آفه. یه واژه جدید گفتم، یه چیز دیگه این وسط وجود داره، زندگی سلامت، که هیچ کدوم اینا نیستن. اون زندگی سلامت جنسش با همه اینا فرق داره. بنابراین وقتی من یه حرکتی انجام میدم زندگی، میفهمم که الان داره همش انجام میشه، آیا جزء زندگی سلامت هست یا نیست. این خوشگی بحث مفصل، آره بعدا راجع به صحبت کنیم. خیلی جالبه، میتونم همین الان باز بکنم، باحاله، صحبت بکنم. باش ببین، مثلا که توی یکی از لایو ها من گفتم ببین، وقتی شما احساس خوش شادی میکنی، خوش شادی رو من قلقلکت هم بدم تو شادی، این خورما رو ما این چای خوردیم شادیم، یک لذت جنسی یا سکس هم میتونه به تو شادی بده، شهر بازی رفتن شادی میده، بچه تو بغل کردن شادی، اینا همه شادی، کباب خوردن با دوستم شادی میده، جوک تعریف کردنم شادی میده. این خیلی فرق میکنه با خوشبختی، که قبلا اینو مبسوط توضیحش دادم که خوشبختی یک بستر پایداری است که در آنجا شادی ها احتمالاً بیشتر حضور دارند، نه اینکه بدبختی توش نباشه، شادی های بیشتری تو منطقه وجود داره. و بدبختی این نیستش که بگیم توش شادی نیست، بدبختی یک بستریه که توش بیشتر ناراحتی وجود داره، تک و توک شادی هم توش هست. بنابراین بدبختی خوشبختی دو تا سرزمینن انگار، که کنتراستشون با همدیگه البته نشون میده که ماهیت بهشون میده. یه چیز تو پرانتز درستم وسط میونه کلام، این تعریفی که الان شما دارید میکنید از خوشبختی و بدبختی، این یه تعریفی از کجا اومده؟ چون یعنی انسان‌های زیادی سر این تعریف توافق دارن، نه. یا نه خودتون دارید اینجوری، یعنی یه ذره خودتون رنگ پاشیدید به اون رنگ اصلی؟ کلا دارم خودم میگم. آها شما... ولی ممکنه که الان مثلا شما بگید رواقیون هم یه همچین تعریفی دارن، ممکنه بگید اوکی، طرف تا هدونیزم هم مثلا نگاهشون شبیه اینه. پس شما کلمه خوشبخت و بدبختی رو اینجوری معنی کردین، میتونن بقیه هم اینجوری میتونن اینجوری بکنن، میتونن نظر خودشون بدن. خب حالا مثالی که من میزنم اینه که میگم ببین، مثلا من با امید، با ایکس ایگر، مثلا دو تا همسن و سال رفیقامون، یه 10 نفری بودیم، دبیرستانی بودیم با هم دیگه، میریم یه دونه فلش فوروارد میزنیم، میریم برای 50 سال بعد.
50 سال بعد که نفری 70 سالمونه زندگیمون به کجا رسیده؟ در اثر تصادف، شانس، نمیدونم اتفاقای ماوراءطبیعی میگم، اتفاقای مثلا چی بود؟ بگو. اتفاقات غیر مترقبه. آره، بعد و تصمیم گیری های اشتباه و هر چیزی سرنوشتمون متفاوت شده. یکی از اینا موفق تر از بقیه است. ایشون درسش حالا تا حدودی خونده، رفته کارمند جایی بوده یا اصلا کسب و کاری رو انداخته. جهان موازی مثلا. نه نه، دارم میگم که اینا همه با هم دیگه اومدن جلو رسیدن. چند نفرن؟ آه، فکر کنم یه نفر. اوکی اوکی. خب. 10 نفر مثلا هستن. حالا من دو تاشون رو دارم مقایسه می‌کنم. اوکی اوکی. خب. زنگ میزنه بهش که آقا رفیق قدیمی مثلا آقا محسن پاشو امشب بیا خونه ما. همه رو دعوت می‌کنه. به یاد قدیم می‌خوان بگن و بخندن و عشق کنن. خب. توی اون شب این آدمی که اینا رو دعوت کرده، فرض میکنیم یه ویلا تو نهر لواسون داره، دو سه تا خونه داره، کرایه‌اشو داره میگیره، بازنشسته شده، حقوق معنیداری داره، اوضاعش اوضاع خوبیه. نمیگیم مولتی تریلیارد داره، اوضاع خوبی داره توی اینا. اما یکی از اینها از جنوب شهر داره میاد، مستجره، کارگری میکنه، با پیک موتوری کار میکنه، تو سن 70 سالگی یا اصلا توی با پراک داره تو آژانس کار میکنه، دو تا دختر داره، نمیدونم پسر داره، نوه داره، تو خرج روزانش مونده، شب شام نداره بخوره، صاحبخونه اومده براش پول پیشش رو زیاد کرده، هر چی کار میکنه به اینجا نمیرسه، همین پرایدی هم که اومده در بود آغونه، لاستیک نداره، فلان نداره، دوچار گرفتاری، یه زندگی پر از بدبختی، یه دندون سالم تو دهنش نداره، نمیدونم دندونش رو باید به تعمیر کنه، پول نداره، وام درخواست داده، اصلا نمیدونن چی کار کنن. این در بستر بدبختی، این در بستر خوشبختی. این دوتا میرسن شب دور هم دیگه شام میخورن، ده نفر. این آقایی که وضعش اوضاعش خوب شده داره کباب سیخ میزنه، واقعا داره عشق میکنه اینکه دوستاشو دعوت کرده و اینا، این وسط سیخ میخوره تو دستش یا یه زغال میفته میسوزونه. این پینه، این رنجه، درده. خب اگه بیای بالا سرش بگی که الان درد داری، میگه آره، بعد میگی بدبختی، میگه بدبخت خودتی، یعنی چی؟ پس ببین، میخوام بگم بدبختی با رنج فرق داره. چون این آدم اینجا نمیپذیره بدبخته، میگم بدبخت نیستم، کار درست اینجا یه ذره دستم اینطوری شده، آدم بدبختی نیستم، یعنی چی؟ یعنی بسترم بستر خوشبختیه، یه توش هم یه اتفاقی افتاد، دستم سوخت یا یه چیزی شد بچه، مثل اینکه یه موزیک خیلی خفن و آرامش بخش داره پخش، یه حس داره سیاد شد گوش تو بزنه، بعد کم کن این رنجه درست. درسته، میام میرم سر زندگی این یکی آدم بدبخته، اینم تو این لحظه داره احساس شادی میکنه، وقتی کبابو که میکشم لحظه شادیه، اما موضوع اینه که به محض اینکه کباب تموم شد، امشب تلفن داره زنگ میخوره، میگه دخترم اینو دارم میان، یه جوری جور کن، نمیدونم، هیچی نداریم، توی یخچال ماست هم نداریم. این داره به این فکر میکنه که بعد از اینکه این کباب و لذت تموم شد، برمیگردم به اون بستر قبلی خودم که پر از بدبختی بود، صابخونه بود، فلان بود، فلان بود، من لحظه شاد شدم، اما بسترم بستریه که خوشبختی تولید نمیکنه، از این سرزمینی که من کاشتم تک و توک گلی در میاد اون وسط، ولی بستر بستر لجنزاره. اما یکی میگه آقا من بسترم بستر خوشبختی، حالا این یکی خانواده نوام دارم میان خونم، براشون کادو خریدم، اسباب بازیاشونو خریدم، فردا با هم دو شخص سواری میخوایم بکنیم تو ویلا با هم دیگه فلان، این وسط آره یکی هم پاش میشکنه، یه اتفاقی هم دستم هم میسوزه، اما اینا چیه؟ اینا تک و توک داره رخ میده. پس من خب داشتیم سپریت میکردیم، جدا میکردیم آره. تک تک واژه ها رو. خب من اومدم گفتم که چی؟ ببین میخوام نهایت آمال زندگی یه آدم رو بهتون بگم، پس بحث رو فراموش نکنیم، ما میخوام اونجایی بگیم که کلمه را اگه معنی کنی قشنگ میفهمی ایراد زندگی کجاست. بعد میریم تو مرحله بعدی، میبینیم که ما یه چیزی داریم به نام ساتیسفکشن یا رضایت، جنسش با اینا فرق داره، ولی گره شلوغ بلوغ صحبت کنیم همش با هم قاطی میشه رضایت و خوشبختی و شادی. رضایت اونجاییه که دو تا آدم میتونن از همه چیزا مثل هم باشن ولی وضعیت رضایتشون با هم فرق داشته باشه، یعنی همون آدمی که گفتم اونجا پول داره، یکی دیگه هم مثل خودشه. این دوتا آدمو میاره میگم اچ جالب، تو هم یه ویلا شبیه این داری، تو هم همینجوریه وضعیتت، همه چیزت، آیا شما راضی؟ میگه نه. بهم میگه آیا شما راضی؟ میگه آره. ای چی شد؟ شما که عین هم سن و سال مثل هم، وضعیت خانوادگی مثل هم، ویلا میلاتون هم که دارید و از نظر مالی عین همین، و حتی وقتی بهتون میگم خوشبختین جفتتون هم میگن خوشبختیم، میگم شادین، میگن هم شادیم. چرا کلمه رضایت میاد میگیم راضی هستی؟ میگی نه. رضایت پس با خوشبختی یه ذره فرق میکنه. پس من ممکنه آدم خوب بگم آره من خوشبختم، ولی خب کلا راضی نیستم. این چی میشه؟ رضایت برام یه تعریف دیگه ای میگیره که تو رو میبره در مقام مقایسه با دیگران. چرا؟ چون وقتی ازت میپرسن میگن چرا راضی نیستی، میگی میتونستم از این چیزی که هستم بهتر باشم، میتوانستم بهتر باشم. اینا کجا داری میگی میتونستی بهتر باشی؟ از مقایسه. حتما داری یه آدمایی رو می‌بینی که از تو لایق لیاقت کمتری دارن، به حالا اون فکری که خودت داری بزنن به خودت، ولی از تو خیلی جلوترن. خب
خب بنابراین میگی من میتونستم بهترم باشم، در حالی که الان چیزی کم نداری. بنابراین رضایت یه چیزی میشه، آره، که ما از توانایی خودمون انتظار داریم در مقایسه با دیگران. مثال واضحش هم اینجاست که مثلا فرض بکنید توی دونه سالونی دوستانمون هستن، نشستن 100 نفرن، من بیام به هر کدومشون $1,000 بدم. از اول به اولی $1,000 میدم، خب شاد میشه، به دومی به اولی $1,000 میدم، کیف میکنه، خوشحال میشه، میگم راضی، میگه بسیار مرسی، ممنون، 70 میلیون پول دیگه. بعد شروع کنم به نفرات بعدی، نفری 5,000 تا بدم تا آخر، حالش بد میشه. در حالی که حال بد از کجا اومد؟ حال بد چرا تولید شد؟ تو که نباید حال تولید، تو که چیزی نگرفتم. مقایسه با دیگران. آفرین. یه جایی مقایسه با دیگران حال ما رو بد میکنه که اون ربطی به اون شادی و خوشبختی نداره. میگه شاد شدم، آره، ولی الان همیشه راضی نیستم. به اونا چرا؟ پس رضایت رو من باید دوباره پس جدا کنم. یه جزء تو زندگیم بذارم که یه فکری براش بکنم. خب اگه بخوام همه اجزام خوب باشه. میرم جزء بعدی. موفقیت. موفقیت دوباره با همه اینا فرق میکنه. موفقیت یه چیز لحظه‌ایه که شما میتونید داشته باشید، در عینی که موفق میشی، موفق میشی، موفق میشی، نه احساس شادی کنی، نه خوشبختی، نه رضایت. ریو خیلی واضحه، داریم. آدمای بسیار موفق رو داریم که اصلا خودکشی میکنن. خیلی موفقیت دید جامعه همین خودکشی میکنن. بازیگر معروف مثلا. آره. حالا پس موفقیت رو جداش کنیم. پس موفقیت میشه آن چیزی که تو به دست میاری. دستاوردم باید جدا کنیم. دستاورد با موفقیت. دستاورد اون چیزیه که من خودم با تلاش خودم به دست میارم. موفقیت میتونه با تلاش خودم باشه یا نباشه. یعنی اونم جز بشه. دستاورد تو دل موفقیت. بابات به طول بده موفقیت دیگه. موفقیت. از دید دیگران بیشتر اون معنی هم میتونه بده. آره، ولی تو دل موفقیت نوعی از موفقیت وجود داره به نام دستاورد. نوعی از موفقیت به نام دستاورد. یعنی خودت بیشتر تو اون سهمی. بیشتر اگه خودت سهمی. حالا یه چیزی وجود داره، ببینید الان شما همون مثال رضایت هم سه نفر میذاری، مثلا میگم رضایت یه دونه شما یه رضایت نرم، موضوع اینه که به شرطی باز میتونید شما اینو بگین که همه تعاریف یکسان داشته باشن. در ممکنه ما رضایت عالیه، رضایت به خوشبختی قاطی شه طبق تعریف شما، ولی یه چیزی کمه، یه حسی، یه فکری میاد گاهی اون نمیدونه چیه. آره. ناخودآگاه شاید حالش بچه. باریکالله. ولی موقعی که اسم بذاری بدونی چی میدونی. آره. این جزء کجاست. آفرین. این نوک انگشته که باید چسب زخم بخوره. باریکالله. اینه من خودم به اینجا رسیدم. بعد اومدم روی ویلبینگ. ویلبینگ نیکزیستی فرض کنیم که ترجمه درستیه. میخوام تعریفش کنیم دیگه، اصلا کار نه. ما این واژه رو میگیم نیکزیستی. نیکزیستی میشه اون مدلی که میگه ببین طرف ممکنه شاد باشه، خوشبخت باشه، بسیار هم از خودش راضی باشه، موفقیتش هم به دست آورده باشه، ولی نیکزیست نیست. میگیم چی؟ میگیم نیکزیستی همه اینا رو تو دل خودش باید داشته باشه. یه چیز اضافه ای هم که باید داشته باشه انگار اینه که تو یک رسالتی رو هم دنبال بکنی. خب یعنی یه عهد، هدف بزرگه، میدونی؟ تا اینجا که شد خودخواهی دیگه، مثلا من خونه‌مو دارم، فلان دارم، همه این دارم، دارم. آیا دارم در جهت یک آرمانی هم دارم تلاش میکنم؟ اون رو تو زندگی خودم دارم، مازاد همه اینا که من رو نه فقط به واسطه پول بخواد از صبح از خواب بیدار کنه، من پولمو دارم، همه چیمو دارم. مثلا اینکه من خودم وقتی به این خلل رسیدم، خب موقع شهر کاغذ دیواری، موقعی که من این خلل رو داشتم دقیقاً 42 تا شعبه داشت تو کشور. خب موقعی که من این خلل رو احساس کردم گفتم خب هیچی، چرا سومی رو میخوای بزنی، بعد چرا چهارمی؟ یادمه که تو سلیمانی عراق هم شعبه زده بودیم، توی چیزم زده بودیم، یکی دیگه شهر عراق چی اسمشون، یکی بصره. بعد داشتیم استرالیا داشتیم فکر میکردیم که من دیگه ترمزشو کشیدم، گفتم مثلا خب استرالیا فلان فلان تا کی میخوای اینا رو زیاد کنی؟ یه روزی میخوای 90 سالت شد اومدن بالا سرت داشتیم میمردی بگن شاد بودی؟ میگم آره. موفق بودی؟ میگم آره. فلان. بعد میگن چی کار کردی تو طول زندگیت؟ میگم مثلا خب خیلی کاغذ دیواری به دیوارهای مردم چسباندم. یعنی بگن وی در این دنیا آمد. اگه اومدم یه تعریف سوم برای خودم گذاشتم، یه وی در سال فلان، وی فلان کرد، داستانم برام جذاب نبود. یعنی وقتی اومدم نگاه کردم دیدم که وی در بالاخره 80 سالگی دارفانی رو ودا گفت، در حالی که مثلا نصف ایرانم کاغذ دیواری کرده بود. چه کرد؟ هیچی، کاغذ دیواری کرد. یه چیزی بگم میونه کلامتون یادتون نره، ما توی حالا اپیزود قبل صحبت عشق و علاقه کردیم. تو اون تایم شما کاری کردی که ذهنت علاقمند بشه به کاغذ دیواری و اینا و پول زیادی درآوردین. خب و زمانی که پول زیاد رسیدین، حالا به واسطه سنتون هم بود دیگه، چون سن بالاتر نیازهای آدم هم فرق می‌کنه، درسته؟ اون موقع احساس خلایی دست داد که اون اسمش میشد نیکزیستی. میشد نیکزیستی. اما یه چیزی بین نیکزیستی حالا وجود داره، اون تعریف رو میخوام بگم. من اومدم اینو دیگه برای خودم تعریف کردم، در هیچ کتابی هم نبود، نشستم گشتم.
گفتم ببین تا من چون اگه تو یه مورد استثنا بیاری باید تعریف کنی، باید اس براش بذاری، نمیتونی همونو بگی. مثلا من گفتم که یه قاچاقچی بین‌المللی صاحب یه کارتل بزرگ مواد مخدره تو دنیا، قاچاق اسلحه میکنه، همه کار میکنه، این میتونه چهار مورد داشته باشه. اولا موفقه، چون از دیدی خوش موفقیتونه دیگه، به همش رسیده، ماشین خریده، خونه خریده، فلان، اموال زن هر جور که دلش میخواد دور برش بوده، هر طبق تعریف خودش. اگه بهش بگیم تو خوشبختی، باز خیلی اسم زن میاد میخواد. خب اگه بهش تو مزار جنسی من اموال مرد اسم مرد بیاد نمیخواد، اموال مرد دور برشه، خوبه بگیم خلافکار خانم بود مثلا، آره اموال مرد. بعد وقتی میام میبینم که احساس خوشبختی میکنه، میگه آره اون کباب بازیشم به راه دوست داشتم اما اوکی، میگم احساس رضایت، ممکنه احساس رضایت هم بکنه. یعنی من اینو بیارم با یه آدمی که مثل خودم از راه فروش کاغذ دیواری کاسبی کردم، ما دو تا یکیم، یه جای کار میلنگه، من پول سالم به دست آوردم، این پول ناسالم به دست آورده، ولی هر چهار موردو داره. آره مطمئن اون احساس خلع رو میکنه که نه کاری ندارم، اصلا من احساس خلع اون کاری ندارم، من یه شخص سومی رو میخوام بگم، اون میخواد این دوتا رو از هم جدا کنه. آها میخواد بگه دوتا آدم مثل هم نیستن، میگه من میخوام این لایف استایل رو داشته باشم. آفرین آفرین، من باید برای اون پول سالمه هم یه استایل جدیدی در بیارم، یه اسمی بذارم، یه اسمی بذارم. بنابراین من اومدم گفتم زندگی سلامت، یعنی در حالی که من خوشبخت هستم، رضایت رو دارم، موفقیت رو به دست آوردم، اینا این به دست آوردن ها از مسیر سلامت بوده، نه مسیر آسیب زدن به دیگران. این دو تا رو باید با هم دیگه جدا بکنیم، یکی ممکن از راه آسیب زدن به دیگران به همه اینا برسه. و اونجا اومدم برای خودم تعریف کردم، اگر این از راه سلامتم بود، حالا تو دیگه نیکزیستی را دل اینا میتونی تعریف بکنی. یعنی اون کسی که مثل پابلو اسکوباره نمیتونه بگه من نیکزیست هستم، هرچند همه موارد قبلی رو پاس کرده باشه. اگه احساس خلا نکنه چی؟ نکنه، نیکزیست نیست. نیکزیست یه چیزیه که ما میگیم آیا تو این دنیا نیکزیستی داشت یا نه. آها از دید دیگران مهمه. تو در این دنیا اوکی. زیست کردی، آیا به دیگران آسیب زدی یا نزدی؟ اوکی، پس یه خلافکاری که از هر چهار موردو داره بول شما، من که اون آدم بی خودی بدونم، اون نیکزیست نیست، چون یعنی از نگاه من نیست، نگاه یعنی من یه تیکو نمیزنه، تیکی که حداقل نظر دیگرانه. آره دیگه اون تیک نظر دیگرانو نداره، شاید هم براش اهمیت نداشته باشه، مهم نیست، نمیخوام بگیم اون مهم اینه که منظور اینه که یه کلمه جدید اینجا بوده که خلاش اسم شده، آره. پخش و پلا بوده، شما اینو توی باکسی گذاشته که این کانسپته، این کانسپته، آره اوکی. یا اصلا ممکنه طرف یکی هم باشه این وسط 150 کیلو باشه، مریض هم باشه، فلان باشه، همه مواردم داشته باشم، میگم تو 150 کیلو هست مثلا، سلامت جسمی هم نداری اینا، خوشبختی؟ میگه آره، همه چی رو پاس کرده باشه. این هم باید متفاوت باشه با آدمی که آدم نیکزیست، آدمیه که جدا از همه اینا که داره اون رسالت بزرگرم حالا دنبال میکنه، یعنی میخوام بگم نیکزیستی یه چیزی هم میاد روش. اونجا من اون خلأ رو خودم داشتم. خب آها این واسه این میگم نیمی تو تیمید، من وقتی اینا رو تفکیک کردم گفتم من نمیخوام روایت زندگی خودم رو که داشتم، گفتم وی در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست، وی چی کار کرد؟ وی نصف ایران رو کاغذ دیواری کرد. خب که چی؟ یعنی این بقیهش رو میخوام نگاه کنم. خب نصف ایران کاغذ دیواری، بعد دیگه چه کرد؟ دیگه هیچی، مثل حیوانات دیگه به بچه‌هاش رسید، خب حیوانات هم میرسن، غذا هم میخورد، کودم تولید میکرد دیگه غریزه دیگه یعنی اصلا عملاً اون خلأ میاد یهو ظاهر میشه. اونجاست که میگه من نیکزیستی میخوام، من در واقع میخوام روی ذهنها تاثیر بذارم. چیزی که منو راضی میکرد این بود، روی ذهن مردم تاثیر بذارم. ممکنه یک کس دیگر رو یه چیز دیگه راضی کنه، سرطانی‌ها رو خوب کنم، بیماران سرطانی رو، یه چیزی مازاد از اون چیزی که روی خودم دارم اونو بکنم رسالتم. که بعد حالا یه بحث‌های دیگه ای هستش که به نظرم بذاریم جای دیگه، که اون بحث فلش‌هاست که آدمی حالا موفق میشه که اینا رو همجهت کنه. تو اپیزود قبلی که هم صحبت کردم، آره اینا رو همجهت کنه. آره. یه چیزی که گفتید حالا به بحثتون الان مستقیم رفت نداره، ولی تو حرفتون مطرح کردی خیلی جالب، این داستان و مرور کردنه. من اتفاقا فکر کنم دو ماه پیش بود برای خودم به این نچه، حالا خیلی هم انجام ندادم، ولی این نچه استم که اصلا آقا من اینجا چیکار دارم میکنم، اصلا پولم برفرض اومده وی کیست. بعد ببینید بیاد فیلم و سریال افتادم، تو فیلم و سریالو میبینی اصلا الان اپیزود جدیده، هیچ آنچه گذشته نداره، اصلا یادت ممکنه بره دو هفته بعد اومده. آفرین. بعد به تو ذهن خودم بنرسید آقا چرا من آنچه گذشته نذارم، یه بار از اول بیام، آقا من اینجا بدونم این رویا رو داشتم فلان فلان، یه ذره سری بیام الان رسیدم مثلا به 27 8 سالگی، الان میخوام این کارو کنم، امروز میخوام این کار، این اپیزود جدید سریال منه. اصلا یه نکته خیلی جالبت بگم، این مرور زندگی که وی کیست، دقیقاً وی کیست، وی آن چیزی هستش که تو مرور میفهمه.
یعنی امید آریایی کیه؟ امید آریایی اون کسیه که در یک ویکیست بتونه خودشو هر چی که گفت خودتو چی شناختی؟ شاید اصلا واقعی نباشه، اصلا کاری ندارم، حتی داستانی که برای خودت داری خلق میکنی اصلا خیالی باشه، خب قصه ای که برای خودت خلق کردی تا این لحظه تو کی تو همونی؟ ببین بذار باز اینجوری بگم، شاید از نظر دیگران امیدواریه یه آدمیه که خیلی زرنگه، چتره، نمیدونم دونگشون نمیده، از همه زرنگ بازی میکنه تو دوسته اطراف، ولی خودت این دیده نداشته باشی، خودت نگاهتونه که من یه آدم لارجیم، به همه کمک کردم فلانه، به حق کسی رو نخوردم، کسایی که خوب کار کردم بیارم بالا. مهم اینه تو تو این لحظه بدونی تو آدم مهربونی هستی یا نه، بگی من اصلا آدم مهربونی ام، وی این کارا رو کرد، این کارا رو کرد. مهم اینه که من منظورم اینه این استوریه که الان شخصیت تو رو درست میکنه، واسه همین راوی استوریتون باشین و استوریتون رو اگر شما زیبا برای خودتون حتی تعریف کنید، یه جایش انگولک هم میکنید، درست انگولک بکنید. از این لحظه به بعد شخصیت شما که میخواد ادامه بده جمع اون استوری است. میدونی که میخواد ادامه بده، تغییر کنه با توجه داستانی که خودت برای خودت گفتی، یکی دیگه میشی. یعنی داستان تو اگه یه جور دیگه روایت بکنی تو از فرض اصلا یکی، آره دیگه، میگی من تو اینجا با معرفت بازی، یکی بهت میگه تو دونگتو ندی بیمارا، میگم ای پس بعد دقت کنم من چون چنین داستانی برای خودم روایت کردم، اون داستان خراب میشه، این مدرک جدید میزنه اون داستانو خراب میکنه که من برای خودم تعریف کردم. آره این خیلی واسه فلسفی هم میشه، خیلی پیچیده شد، خیلی فلسفی. ولی یه چیزی که من به نتیجه رسیدم، والا نکته مثلا تو شما تو راوی خودت اگه قهرمان باشی، تو قصه ای که داری برای خود تعریف میکنی، روایت قهرمانایی برای وی ساخته باشی و اینو دائم مرور کن، نه آخر عمر، از مثلا شما هر یه ماه یه بار، یه هفته یه بار، هر روز همین. آره همین اینو که داشت باشی، برای فردا صبح پلن تصمیم گیری هایی تو بر اساس وی قهرمانه شکل میگیره. وی کسی که همه جلوی صف وای میسه، میره مثلا ماجراجویی میکنه، میدونی؟ آره آره، در واقع قشنگ روی اون بیهیویر یا رفتار تو از فرات تاثیر میذاره. عجب چیز جالبی گفته. ببین از حالا من یه چند بار این کارو کردم، اون تایمی که یه ایده خودم بوده، من چون مثلا والا ترکیب میکنم یه چیز از این میشم یه ایده، ولی این ایده خودم بود. ببین من مثلا حس کردم اون چند باری که واسه خودم روایت کردم آنچه گذشت زندگی خودم، حتی من اعتقادم اینه که روزی 5 دقیقه آدم شاید بتونه این کارو بکنه. نمیگم خودم کردم، الان شاید برای خودم مرورش خودم این کارو دوباره بکنم. ببینی روزی 5 دقیقه مرور کن چی بودی، ببین حس میکنم آدم به نخی انگار واسه میشه اونجوری رو هوایی از این چوکیام کجام اصلا یادت نیست، ولی وقتی تو آنچه گذشت آقا من اینم، این تو اینجا به دنیا اومدم، رویام این بود، فلان شد، فلان شد، فلان شد، فلان شد، الان اینجا الان این اپیزود اینه. ببین داشتن روایت غلط از روایت نداشتن بهتره. یعنی تو اگه روایت غلط حتی از خودت داشته باشی، خیلی بهتره از اینکه روایتی از خودت نداشته باشی. واسه همین که اون ول بودنه که میگی کاملا درسته، بنابراین رفتار تو رو تنظیم میکنه بر اساس اون چیزی که گفتی. و جالب اینجاست تو به شکل روایتت نزدیک میشی. تو به روایتی که کردی نزدیک میشی، واسه اینه که شاید مثلا به خود بگی خب من اگه روایت غلطی داشته باشم چی، حالا اشکال نداره، سوگیری تاییدی بوده، هر چی بوده، این روایت رو که داری میکنی وقتی مرور میکنی از فردا دیگه رفتارهای تو دیگه سوگیری تاییدی به گذشته که نیست، برای تایید بعدیه، بنابراین رفتارهای تو دیگه رو به جلو در جهت تایید این قضیه ممکنه بیاد. من حتی میگم اگر فرض بکنیم رفتار هیچ تغییری هم نکنه، خود این حرکت خیلی حال میده، یک معنی میده به نظر، یک انگار یه موزیکی امروز پخش کردی لذت میبری کل روز، چون وصل شدی انگار به یک به یه چیزی، تا اینکه ما بالاخره حافظت میپره دیگه. آره یعنی اینش خیلی واسه من جذاب بود، جایم نخوند و ما نیاز به این حافظه داریم، ما به این حافظه ای که خودمون کیم در درجه اول نیازه، ولی میپره. پس من هی با مرور اول هی خودم رو جمع میکنم، خودم رو جمع میکنم، هر روز شکل میدم. آفرین. وگرنه ولش کنم خودم هم پرت میشم، روایتم رو جمع میکنم، یه شخصیت به خودم میدم که بتونم ادامه بدم. واسه همین توی همین مباحث بود که من اون خلأ بحثا رو پیدا کردم. حالا چی شد به اینجا رسیدیم؟ اومدیم گفتیم که ما باید برای هر واژه‌ای اسم بذاریم بتونیم که پترن‌های رفتاریمون از پرکاستینیت رسیدیم که طرف اونو بهونه می‌کنه که به جنگ و همه چی پرکاستینیت کنه، رسیدیم که اون آدم چاق یا هر چیزی داره یه الگوی زنستن این مسئله که ما یک در واقع ذهن قصه گویی برای خودمون داریم که میخواد سر خودمون کلاه بذاره و به مسائل بیرونی ارتباط بده، وجود یه همچین چیزی رو اگر ادراک بکنه یادش که بیفته ممکنه اون اهمال کاری رو بذاره کنار. عجب بحثی بحث خفنی شد، خیلی جالب شد. حالا من در راستای همون بحثای بالاتر این سطوح بحث پایین دیگه ببندیم بریم بالای چند لول، همین بحثی که کردیم که اسم بذاریم، اینا می‌خواستم بگم چند دقیقه پیش یادم رفت. من مثلا خودم پیش خودم حتی الگوی رفتاریم مثلا چیکار کردم، دیدم آقا من مثلا یه تایمایی در روز من بیدار میشم، مثلا میرم توی اتاق خودم، همینجور راه میرم واسه خودم فکر میکنم،
بعد این اوایل فکرای خوبی میاد ها، خیلی مفیده، مثلا حس میکنم 20 دقیقه نیم ساعت اول فکرای مفید و مثلا ایزه. بعد مثلا ممکنه من یک ساعت و نیم دو ساعت همجور راه برم و خودم فکر کنم متوجه نشم، یعنی مثلا آخره دیگه چرت و پرته دیگه، نشخواره فکری میاد باید اصلا نمیفهم چی شد. من برای این الگو اسم مثلا گذاشتم، میدونی؟ حالا اسمشو نمیگم، همه رومینیشن خودش مثلا اسمشو دیگه. یه اسمی گذاشتم این الگو منه و حس میکنم خیلی تأثیر، بعد فهمیدم این الگو رو مثلا بعد قضا هم دارم، قضا که میخورم یادت میفته قطع میشه، آفرین کم میشه یا قطع میشه. خیلی این خیلی حالا میگم، یعنی آقا تو رو یه موقع رو احساست اسم میذاری، همین که میدونی احساس کم رنگ تر میشه چون یه دیتچ میکنی، یا اصطلاحش یادم نیست تو روانشناسی، یه موقع تو واسه فکرت اسم میذاری، یعنی یه احساس یه فکر، یه موقع واسه الگوی رفتارت فکر میذاری، یا آقا من این الگوی رفتارم، حالا هر فکر و احساسی اومد بالا باز این الگوی رفتارم شد تو لول 2، که این خیلی به نظرم کمک میکنه. یه چیز دیگه هم اتفاقا چند روز پیش داشتم با یک دوستان صحبت میکردم، حالا یادت نمیره اینو، این چیزی که گفتی ما یه چیز بس داریم برام بیهیویر یا رفتار، پشتش یه سری اتفاقا مثل احساس و هورمون ها و اینا هستن که رفتار رو کنترل میکنن. البته اینا اثر چیز دارن رو هم دیگه، یعنی که بگیم احساس رفتار رو کنترل میکنه یا رفتار باعث احساس میشه، یه لوپی شکلن. خب یعنی احساس تو رفتار رو درست میکنه و رفتار تو مجدد رو احساس تاثیر میذاره، دوباره این احساس رفتار رو کنترل میکنه به صورت لوپی شکل. خب حالا این که داری میگه دونستن این مسئله مثل عامل سوم چهارم پنجم دهم، اگه 1000 تا 1001م، اگه 1000 تا عامل الان احساس یا هر چیزی منجر به این رفتار تو شده، از این لحظه که تو بهش اسم گذاشتی شناخت پیدا کردی، عامل 1001م رو وارد ماجرا که میکنی رفتار رو عوض میکنه، چون دیگه قبلی ها نیستن. پشت یه چیز پشت جدیدی به این لوپ داری اضافه میکنی. شما عروسک خیمه سر 10 تا انگشته، خب اینا داره بازی میکنه، یه عروسک خیمه شب بازی با نخ اونجا داره بازی میکنه، درسته؟ اگه انگشت 11 هم بیاد با یه نخ به یه جا وسط اونم تکون بخوره، اون عروسک دیگه اون حرکت قبلی رو عجب مثال قشنگ زدی، انجام نمیده. برای وقتی که تو یه دفعه سوار فکرت میشی که آها این الگوی رفتاری من نامش فلان است، انگار یه انگشت 11 هم وارد کردیم اونجا برای این رفتار. این انگشت میتونه اصلا سر مثلا عروسک رو بچرخونه، بگه نگاه نکن به دست و پا، پشت رو نگاه کن، کلا بازی فرق کنه، یه جای حساس از اون عروسک نقش مهمی داره رو. عجب چیزیه. پس ما بنچین دونستن خوش خیلی مهمه. حالا یه چیزی که میخواستم بگم، من این نمیدونم این حرفم احتمالاً غلط خیلی هست، منتها یه درصد شاید توش درستی باشه. مثلا من نچسیدم حتی آدمایی که تو داری میبینی محیط بیرون، اینا هم شاید احساس و فکرش رو نتونی دقیق بفهمی، مثلا یه رفتاری کنن مثلا خیلی رندوم باشه، بگی این چه رفتاری نمیکنه، چه حرفی نمیزنه، ولی نگاه میکنی میبینی الگوهای یکسانی خیلی از آدما دارن که این الگوه تکرار میشه، میدونی؟ یعنی مثلا من میگم فلان شخص ایکس این هر یه ماه یه بار به بهونه یه دعوا هم میکنه احتمالا، مثال دارم میگم، حالا مهم نیست چه چیزی این وسط رو میزه سر چیه، ولی احتمالش هست، میدونی؟ یعنی با توجه به رفتاراش میتونید یعنی یه پترن هایی رو میشه فهمید. اینو قبول داری؟ این چی جوریه؟ ممکنه باشه، حالا به صورت پریودیک اگر مثلا بخوایم فرض بکنیم، خب مثلا خانوما خودشون به خاطر احساس هورمونی که دارن هر ماه یه بار خورده مثلا ممکنه تاثیر روشون بذاره و شوهرش بفهمه این رو که مثلا همسر من هر یه ماهی با دوباره فکر کنم مثلا تو اون دورانشه ها و پی ام اس شده که دوباره مثلا اینطوریه. این برای خانوما، حالا برای آقایان ممکنه باشه. البته خب این مباحثی که داریم وارد روانشناسی مثلا خود آره پیچیده است، ولی همین داریم همینجوری گپ میزنیم دیگه. اینم بگم که ما صحبتامون گپه، این همیشه قرار بود بگیم اصلا آره مثلا یه سری اومدن نوشتن یه ذره علمی میشه صحبت کنیم، برنامه علمی زیاد داریم بریم ببینیم. آره. بنیان اینو ما از اول گذاشتیم که نه که علمی نباشه، توش اصطلاحات علمی به کار نره، گپ باشه. آره. مثلا یکی اومده بود کامنت گذاشت، من دیدم که یه نقدی من دارم، خیلی سطح برنامه پایین، خب سطوح بالا رو برو نگاه بکن. ما تا سطح 6 برنامه داریم، این رو گذاشتیم که فقط مخصوص یه گپ دوستانه ای باشه که واقعا انگار که شما تو جمع نشستی اینجا داریم ما صحبت میکنیم و بحثش اصلا بحثی نیستش که ما بگیم الان میخوایم یه مقاله رو بکنیم و فلان اینا. قطعا بیس حرفایی که داریم میزنیم هم به نوروساینس هم به کاگنیتیو ساینس هم به ژنتیک اینا ارتباط داره، برای حرفی رو هوا نمیزنیم، یه جایی ممکن شخصی باشه البته اونم سعی میکنیم بگیم تو نان ساینس، در حوزه نان ساینس نظرات شخصی رو هم وارد میکنیم. اینو ما در هر برنامه تکرار میکنیم که اگه هر کی از هر اپیزودی گوش داد بدونه، سطح این برنامه در آموزش های تلسی از 1 تا 6 سطح 1ه و هدف داره، هدفش هم یک سری مخاطب خاصه که اتفاقا عاشق این مدل بحثان و خیلی از اتفاقا
اون بنیانهایی که ما برای زندگیمون میسازیم از همین جا داره در میاد. من خودم اینو خیلی بیشتر علاقمند هستم. مرسی دوستو. یه چیزی که حالا نظر من اینم بگم جالبه، اتفاقا یه چیزی هم شاید بهمون اضافه شه. ببین مثلا من خودم نظرم بر اینه که آدم‌ها به خاطر سوشال مدیا به خاطر خیلی دلایل دارن تنهاتر میشن، یعنی به نظر من درسته که با همه در ارتباطن ولی حس تنهایی بیشتر تجربه میکنن. حالا شوهایی که برنامه‌هایی که صمیمانه‌تر باشن به نظر من میتونه بیشتر تو دلشون جا باز کنه، چون طرف حس میکنه چند تا رفیق نشستن. ببین ما الان آقا دیزاین خاصی که نکردیم اینجا را، حرکت عجیبی نزدیم، اون دوست ما، دوست من و شما بیاد اینجا بشینه، اونم هم همینه، رفیقمون، حالا قرار نیست کار عجیب غریب بکنیم که میدونی، یعنی این حس صمیمیت هم خودش یه جزئی از من زیر شلوار دارم اینه نه بنده شد انتظار این کار نشد. آره خون راحت. آره قد الان دوتا لیوانه، دوتا لیوانه هم اینجا سازه لیوانه شد هسته خورمه اونبر. آره مثلا اصلا میدونی یعنی این حالتی که این حس صمیمیت هم انتقال پیدا کنه، نه اینکه بخوام بازی هم بکنه، بازی هایی نمی کنیم اتفاقا. یا یاد باشه قبلش که اینا رو میز بود گفتیم که جمع کنیم یا نکنیم، یا بریم لیوانه یه دست از این پای بلند کنیم بلش کنم بگیم. آره چرا انجام بدیم؟ رفیقمون هم اینجا بود میدونی، یعنی این مایندست ما، وگرنه به این دلیل نیست که نمیشه. برنامه ساعت خیلی بالاتر هم داره لحاظ کیفیت برگزاری هم خیلی خفن، همه چی فکر شده میدونی، ولی این تمش فرق داره. این طرف میاد میدونی، یعنی آدم واقعا میسوزه، یعنی اسم میکنه آقا تو اصلا کانسپتو مثل اینکه نمیگیری، میدونی چه زبونی باید گفت. واقعا این برنامه یک سری مخاطبای خاص داره. اینکه تو قرمه سبزی دوست نداری دلیل نیست آدمای جهان نباید دوست داشته باشن. بعد رستوران ما قرمه سبزی هم داره، رستوران ما آفرین اونم داره، قیمه رو داره که مثلا تو دوست داری، این قرمه سبزی اونم داره، همه چی داره. برو اونجا میدونی انتقاد علکه تازه بیان. اینم بگم میان کلماتو مختصر بگی آقا، واقعا من خیلی پادکست گوش دادم، حالا صحبت شده من اینو میگم، من پادکست ها رو خوردم جویدم، یعنی این ادعا رو میکنم، چند سال فارسی انگلیسی خب همه رو گوش دادم، یعنی اصلا واقعا تو این نظیرمون نیست، واقعا نیست. من خودتون دو تا اصلا یعنی چیزی نیستش که معمولا چی میگن اصلا هیچ ادامه داد دوستم ندارم دیگه، مثل ما نمیاد دیگه، مثلا قوی آقا تمامی بود فکر کنم بازی فوتبالیزه بود دیگه مثلا راستش رو دیگه میشه. آره یه ذره ادعای شد ولی میام قویه، حالا جزء خوباست، به نظر من جزء خوباست. حالا ما داستان آنچه گذشتمون حداقل خراب نمیکنه، آنچه گذشت ما اینه، بخوایم کامنت بذاری چیزی بکنی اصلا خراب نمیشه، در مقام مقایسه نیست. مدل ما یک مدل دیگه یه این پادکست که حتی شما نمیتونه با بقیه مقایسهش کنی، اصلا نمیگیم خوب یا بد، جنس خودشو داره. و الانم به خصوص اینکه من این فیدبک ها رو دارم میبینم، یعنی فکر کنم نزدیک 5000 تا مخاطب چیز پیدا کرده این برنامه. آره از کست باکس و از جای مختلف. آره 5000 تا اختصاصی پیدا کرده که یعنی همه برنامه رفتن از اول دیدن. آره معمولا 90% از اول. آره و وقتی یک برنامه 5000 تا مخاطب مخصوص خودش رو تا این لحظه برنامه 13 پیدا میکنه، یعنی اینکه به هر حال نیازی توی جامعه بوده که آره. باید پر بشه. منم یه ذره دکتر پوست نازکم، یعنی منم تجربه چیزی نبوده که همین گپ و لذت بردن و تو حالت فلو رفتن. آره امیدو اذیتش کردم. این همه زحمت میکشه، جدی میگم، این نه یک ریال بگید بابت این جریان، انقدر داره لذت میبره، خودش خودم مثلا داریم کیف میکنیم، ناراحت میشه. این آدمی که برای یه چیزی پول نمیگیره وقت دلی کار میکنه، چند نفرم میان اینجوری ضد حال میزنن، ناراحت میشه. آره. چون پوستش نازکه به قول خودش. آره نشدم هنوز من نه، من الان مثلا شما آخرین پست اینستاگرام من سه تا آخری اون یکی مونده بخیر دقیقاً 24900 تا الان من دیدم کامنت اومده که 24000 تاش فوش دادن به من میدن. دیدی دیگه 24000 تا فوش. منتها من پوستم گلوف شده. آره شما دیگه است. آره آره اون همون پسته. اصلا خیلی برام جالبه چجوری اصلا من نگه بودم بودم اصلا دوست دارم چند روز از خواب. اصلا فوشا رو من دوست دارم. الان دیگه تغذیه من از این فوشا پوستم عادت کرده. شده مثل کرم. من با نه تنها پوستم حساس نیست، این فوشم مثلا میاد اینه کرم میزنم به پوستم شفافتر میشه، یعنی پوستم. حالا تو هم تا برسی به این درجه. آره برسیدم. آره یه ذره کامنت تو میاد بعد هر از کامنت میذاره مجری برنامه. آقا من مجری نیستم، من نیکیم، دوست ما دو تا رفیقم داریم حرف میزنیم. آره. مجری طرف انگار که مثلا الان یه بودجه مثلا دولت آره. داده بوده مجری برنامه از بیت المال برای این برنامه آره. ساختن از مجری برنامه داره ایده. مجری بعد وسط حرف بابا وسط حرف نپریدن دوست داری لایو داره دکتر. برو تو پیج گوش کن. من وسط حرف بپرم. از همینه که شکل میده. همین رنگی که من میپاشم یه رنگو عوض میکنم. حال نمیکنید؟ میدونید احساسی که بعضی از مخاطبا داره اینه که الان براشون یک برنامه‌ای ساخته شده از بیت المال پولشون
چیز شده، حالا میتونن که مثلا بیان بگن تو اینجاشو به طبق سلیقه ما. از اول گفتیم مثلا مجری نداره این برنامه. ایده شکل‌گیریش هم اینجوری بود که امید چون آدم سوال بپرس قویه، وقتی که داشتیم با هم دیگه تو کافه یه چند جلسه باشگاه رفتیم با هم اینا، خیلی سوال جالب میکرد. بعد یه بار برگشت گفت که آقا چقدر جالب میشد که مثلا بقیه هم میشنیدن همین صحبت‌ها رو. گفتیم آخه اینا صحبت‌ها چارچوب اون ساختار ساینتیفیک رو نداره اینا. گفتیم بعد یهو بزنمون زد که آقا ولش کن اصلا، ساختار ساینتیفیکو بذاریم کنار، شاید اینم یه مشتری داشته باشه برای خودش، یه طرفداری داشته باشه، بیایم تست کنیم. گفتیم کی تست کنیم؟ توی کافه نشسته بودیم، گفتیم همینجا دوربینو بذاریم آقا، بدون هیچی دوتا میکروفون بذاریم گپو شروع بکنیم، که بهتونم گفتیم حتی اسم نداشیم برنامه تا قسمت دوم سومش که اومد جلو. با این شک شروع کردیم، مخاطب خودش رو هم داره. اینو چرا ما میگیم؟ ممکنه تو برنامه بعدی هم مجدد خدمت دوستان بگم، چون بعضی تک اپیزودی دستشون میرسه. آره. فکر نکنن که الان مثلا آریان اکبری که نمیدونم ساینتیفیک میکنه الان یه برنامه علمی اینجا تشکیل داده، میخواد بیاد مقالات روز دنیا رو برای ما بشینه از ابستراکتش تا کانکلوژنش مثلا واسه ما آنالیز بکنه. این نیستش، این همون گپیه که ما بین رفیقامون و اینا داریم و میدونم که این 5000 نفر البته کاملا درک این مسئله دارن. و چقدر جالب من بهتون میگم، مفیدترین برنامه اگه به من بگن در کل آکادمی ترسی، مفیدترینش، به درد خورترینش کدومه؟ من میگم همین لنزما. کاربردیه، کاملا کاربردی برای جامعه، مفیدترین و کاربردی برای اکثریت جامعه، نه برای مخاطبایی که ما مد نظرمون خودش. حتی با دوستان فکر کردیم که اینو در آکادمی ترسی یوتیوب بذاریم، گفتیم نه نذاریم، چون اونجا آدماش دنبال یه فضای آره، دیگه یه جا دیگه بذاریم. چقدر اصلا همینم یه بحث قشنگه. من چند روز پیش با شما صحبت می‌کردم، مثال ایران خودرو بود فکر می‌کنم، سایپا ایران خودرو زدید، گفتید آقا این ماشین که درست شده پراید یا هر ماشینی، آقا مخاطب خودشو داره، تو نمیتونی بگی مثلا پراید ایراد بگیری. آره پراید آقا می‌خواید قیمتشو چقدر کنی، میتونی ایراد بگیری که چیز بی خودیه، ولی به این قیمت نه دیگه، بر اساس قیمتش دیگه. مثلا من بیام بگم که من یه انتقادی دارم به پراید، چرا سانروف نداره؟ من یه انتقادی دارم، چرا دندش اتومات؟ خسته نباشی آقا، اگه دندش رو اتومات کنیم سانروف براش بذاریم چیزا دیگه، اسمش پراید نیست که. قیمتش هم متفاوت میشه، عددش هم فرق میکنه، به یه جای دیگه کشیده میشه. هر چیزی در مختصات خودش ولیو خودشو داره، برابری میتونه پرکاربرد باشه. ما واقعا حالا اینو که داری میگی، چند وقت پیش یه بحثی بود گفتم چرا مردم اینطوری فکر میکنن، عجیب بود برام. میدونی میگفت پراید اگه ماشین خوبیه، چرا رئیس نمیدونم مثلا خود کمپانیش پراید زیر پاش نیست؟ گفتم چرا باید پراید زیر پاش باشه اگه وسیله خوبی زیر پاش باشه؟ گفتم حالت مثل که خوب نیست، اون داره پراید تولید میکنه، آدم بسیار پولداریه، با پولاش رفته بنز برای خودش خریده، آفره. چرا باید پراید میگه نه این ماشین خوبیه؟ گفتم نگفتم ماشین خوبیه، اون گفته پرایده 300 تومن. میدونی چقدر مسخره است؟ مثل اینکه طرف مثلا یه چنان ساندویچ کثیف میزنه، مثلا یه سیب زمینی خیلی ارزون میزنه، میگه تو که رئیس این رستورانی، این مثلا دکه ای، تو چرا داری مثلا مرغ میخوری؟ تو چرا مثلا، یا مثلا فرض بکن صاحب مکدونالد حتما باید از خود مکدونالد بخوره، نه اصلا شاید نزدیکش نره. آفره. چون آدم بسیار پولداریه، دنبال کیفیت خیلی بالاتره. آها آه پس تو کیفیتت پایینه؟ کیفیت هم پایین نیست، کیفیت هم از قیمت همه. آره. من ممکنه که کارخونه تولید دمپایی پلاستیکی داشته باشم، اما تو خونم که میای ببینید شیکترین کفشا رو گذاشتیم، اصلا دمپایی رو فرشیایی که من دارم استفاده، چرا؟ چون من رئیس کارخانه دمپایی پلاستیکی هستم برای مردم فقیر، پولاشون زیاده، من اومدم برای خودم حالا کفشای خوب و اینا میخرم، نباید از همون دمپایی من استفاده بکنم که. میخوام بگم ذهن خیلی ها مثلا نمیتونه این مسئله ساده رو درک کنه، نمیتونه بفهمه که مخاطب، هر چیزی مخاطب خاص خودشو داره، هر پروداکتی یه گروه مخاطب و هدف میگیره، تو نمیتونی همه رو هدف بگیری. حتی تو سلیقه هم نمیدونم چرا خیلی آدم نمیفهمن. ببین آقا یه به نظر من، حالا باز شاید شما انتقاد داشته، من نظرم اینه آقا مثلا یه طرح گرافیکی میبینی، آقا قبول دارم یه استانداردی باید داشته باشه، ولی مثلا بعضی گیر میدن مثلا این طرح مثلا فلان حتما باید اونجوری باشه، این غذا خیلی مسخره است چون مثلا فلانه، میگم ببین چی مسخره، یه سری دارن میخورن، یا مثلا این چه میدونم هر مدل ها، این چه میدونم این مدل زعفرون چه میدونم بی خوده. خب اگه این مدل بی خوده، چرا حتما سر دارم میخرم که این مغازه رو برده؟ پولشو ندارم با خود داره بخرم، برای یه قش رو داره جواب اصلا پولش میده. هم داشته باشه، یه موقع سلیقه است، سلیقه حالا جدا از اون جدا از سلیقه، یه بحث پوله میدونی. حالا این اینم جالبه،
اینو شما توضیح بدید چی جوری قیافم، حتی مثلا من مثلا این چی جوری از این پسر به این خوشگل چی دختر کیه بغلش میدونی، یا بیا بلک آره این آره از بحث جدا آره که بیا بذاریم یه بحث زیبایی شناسی تکاملی که اصلا خیلی تو آره اون خودش از خودش دنیایی داره منم یه لغت میندازم شما میگی تعریف زیاد داره اصلا خود همین بحث زیبایی شناسی تکاملی که اتفاقا کلاسش هم میریم استاد متخصصم دکتر صمدیه، حتی خود رشته منم فرگشت تو بالاخره ژنتیک و اینا بوده، یعنی این قسمت زیبایی شناسی تکاملی رو خوندیم. اصلا وارد این جریان نمیدونم بشیم یا نشیم، بذار برای بعدم، بذار قبلا مثلا برای نمیسم آره که اصلا سلیقه چیه، چرا چه چیزایی روی سلیقه تاثیر میذاره، اینا رو میتونیم آره مبحثشون رو مطرح کنیم.